درود دوستان نازنین تو این درس میخوایم با هم دو تا فعل ریشن و شتینکن رو یاد بگیریم تفاوتش در چی هست؟ جفتش معنای بو کردن بوییدن میده یا بو دادن ولی ریشن اغلب موارد به بوی خوب مربوط میشه شتینکن همیشه به بوی گند مربوط میشه یک بوی بد وقتی که میخوایم سوالی بگیم میگیم غیشن سعی میگیم به دوستمون بوی رو احساس میکنی نمیخوایم نمیتونیم بهش بوی بدی رو احساس میکنی بهش میگیم بوی احساس میکنی میگیم ریش تو واس حالا توی مثال ها متوجه میشیم پس شد ریشن بو کردن یا بو دادن یعنی من میتونم یک چیزی رو ریشن کنم بوش کنم یا یک چیزی بو میده ریشت به خاطر همین سوم شخصش یک چیزی یک سوم شخص حدیه یک سومین چیز هست مثلا سطل آشغال سطل آشغال ریخت ریخت پرتریتومش میشه رخ و پست پرفکتش میشه هات گروخم مثال ریخت تو واس بوش میکنی بوی رو احساس میکنی یا ریخت دو دست میتونه واس یا دست باشه تو مثال پایین با واس گذاشتن ریخت دو دست بوش میکنی بوش رو احساس میکنی مثلا بوش را احساس میکنی بهتره اون بو را احساس میکنی حالا پایینیه میگه ریخت دو واس بوی احساس میکنی بوی چیزی را احساس میکنی مثلا رفتیم تو خونه نمیدونم حالا یا بوی آشغال میاد یا بوی مثلا نمیدونم یه پرنده افتاده مرده تو خونه یا توی یا بوی عطر میاد حتی بوی گل میاد اونجا بهش میگیم ریست و وس بوی احساس میکنی بوی بهت میرسه و اون دوستمون میگه ایش ریش بلومن ایش بلومن من بوی گل ها رو احساس می کنم در واقع ما توی فارسی میگیم بوی گل احساس می کنم آلمانی هم میگن بوی گل ها رو احساس می بوی گل ها رو احساس می کنم. من گل بو می یه نفر میاد میگه داره چیکار می کنی ایشقی بلوم بلوم در واقع این فعله میتون جمله نظر هم میتون دو تا معنی داشته باشه. یه موقع. میخوام بگم من بوی گل احساس میکنم میگم ایشقیش بلومن یا یه نفر من دارم گل بو میکنم میگه چه کار میکنی میگم ایشقیش بلومن من دارم گل بو میکنم حالا ما میخوایم بگیم با بینیمون چه کار میکنیم یا اصلا با چی ما یک بو رو احساس میکنیم وی ما ریشن بو میکنیم یا بو رو استمشاق میکنیم میت با چی؟ unsere Nase. با بینیمون ببینید اونزر رو میشناسید یعنی مال ما چون میت اومده میت همیشه پلوس داتیو میاد درسته و این دی نازه هست میدونیم توی جدول دی تبدیل به در میشه پس این میشه میت اونزر نازه میگیم پلوس دی نازه تبدیل میشه به در نازه و این اره در واقع میاد می میچسبه به این میت اون نازه این هم گراماتیکش که اینو فارسیشو گفتیم دوغشت دوغشت زلزم دوغیست زلزم زلتزم دوغیست زلزم کنگ تلفظش سخته این تو بوی خاصی میدی این زلزم معنای خاص غیر عادی و یا عجیب و غریب میده دوغیست زلتزم تو بوی خاصی میدی یعنی مثلا بابای رفته تو اتاق پسرش یعنی بو سیگار میاد میگه دوغیست seltsam. یا hier recht اتاقه رو داره میگه میشه سوم شخص زلت زم اینجا یک بوی خاص میده یک بوی غیر عادی میده یک بوی عجیب میده بگو ببینم قضیه چیه غشت دست نیشت ونده این حالا میخوایم سوالش رو بگیم گفتیم سوالی که میخوایم بگیم فعل میاد اول سوالی فعل اول ریش دست نیش ونده با بوی حیرت اینجا نمیده یک بوی خاص خوب نمیده اینجا ونده با مثل زلتزم میتونیم بگیم با هست ولی همیشه خوب هست وندر وندر یعنی جادو ونده با جادوی یک بوی جادویی یک بوی خاص اینجا نمیده ووندر چه معنی معجزه هم میده یه جگر اگر رفتید شنیدید مثلا پیامبرا ووندر داشتن معجزه داشتن اس روخ اون میداد بوی رخ گفتیم اون بالا توضیح دادیم گفتیم رخ میشه گذشته پتریتومه یک فعل که اینجا س غخ نخ راوخ اون بوی دود میداد اون بوی سیگار میداد یا میتونم بگم ار رخ نخ راوخ اون بوی سیگار میداد او پسر یا زی اگر بخوایم یک دختر رو بگیم زی غخ نخ دختره بوی سیگار میداد بوی دود میداد حالا چیزی که میخوام حواستون بهش جلب کنم این هست که نخ etwas غیشن دو نخ روخ تو بوی سیگار میدی دو نخ راوخ خب حالا فعل شتینکن مثالاش کمتر میگیم چون معناش چون که حسابیات گرفتیم و معناش بوی بد دادن هست تو انگلیسی هم ستینکن هست آقا استینگ بوی بد دادن شتینگ سوم شخصش میشه ار زی شتینگت ار زی یا اس شتینگت چی؟ سطر آشغال مثلا یا نمیدونم سیگار این کسایی که سیگاری هستن بهشون برنخوره ولی مثلا میگن سیگار شتینگ کس نمیگه سیگار ریخت معمولا میگن شتینگ چون بوش بده همه سیگاری هم خودشون میگن که دوست نداریم سیگاری باشیم حالا اه. یا مثلا هر چیزی نمیدونم یک موش مرده یک موش اینجوری افتاده مرده اینجوری تیک این شتینگ سوم شب مثلا میخوام پرتریتومش میشه شتانگ ار زی اس شتانگ پرتریتومش هات گشتونکن یک چیزی بوی بد میداد مثلا میگیم رفتیم توی اتاقی بو بدی میداده حالا اومدیم بیرون میگیم دستی حت گشتونکن رفتیم یه جایی دیدیم خواهیم اجاره کنیم میگیم بابا این نمیشه اجاره کنی که دستیم حت گشتونکن بوی گند میداد اتاقه حالا یک مثال خوب فاوله آیا شتینکن این چیزه رو خیلی ها همه قاطی میکنن این رو یه چیزی که گندیده باشه مثل تخم مرغ بهش میگن فاول این, این صفت در واقع هست فاول که معنای تنبل میده معنای یک چیز گندیده هم میده من رئیسم مثلا یه نقشه که ما میکشیم اشتباه زیاد داره میگه دستیس فاول یعنی گندیده شده پر از غلط و غلوته این اصطلاح هم میگن حواستون باشه اگه یه جا شنیدین بدونین یعنی چی میخواد بگی یعنی پر از غلط قلوته سیس فاول فاول آیا شتینکن تخم مرغ های در واقع توی آلمانی میگن تخم مرغ های گندیده بوی بد میده ما توی فارسی جمع نمیگیم میگیم تخم مرغ گندیده بوی بد میده ولی منظورمون جمع ولی توی آلمانی جمعش میگه فاول آیا شتینکن تخم مرغ های گندیده بوی میدن در واقع میدهند اگر بگیم صحیح تر هست توی ترجمه دست گاز شتینگ نخ فاولن این موقعی که گاز رو کشف کرده بودن این جمله معروف شده بوده که تحقیق بکنید در موردش میگن میگن همیشه میگفتن دست گاز گاز که ما در واقع تو لوله هامون هست در واقع خورده تغییر کرده یه سری چیزها کم و زیاد شده توش ولی توی منبع که هست میگن اون بوی تخم مرغ گندیده میده دستگز شتینکت بوی گنده حالا دوباره نخ یعنی نخ stinken nach نخ اتفاس Das دستگاز stinkt نخ فاولن ایان تخم مرغ گاز بوی تخم مرغ گندیده میده این رو هم یاد گرفت دست میا میخوایم بگیم یه چیزی برام بو میده مثلا میگیم این رابطه ای که با این دختره دارم برام بوی بدی میده اینی که مثلا نمیدونم هر شب بخوام برم پارتی کنم این برام بوی گندی میده این که مثلا یه چیزی که میخوایم بگیم برام بده دوست داشتنی نیست میگیم دست میان. میا برام بوی گند میده حالم ازش به هم میخوره یه همچین مفهومی رو میتونید بدونی؟ یا یک مسئله هست خیلی از آلمانی ها میگن میگن گلد شتنگ نیشت اما نیشت آلس میگه که پول بوکی گن نمیده ولی همه چیز زندگی آدمم نمیتونه باشه این دوتا چیز رو در مورد پول میگن میگن مثل خودمون میگیم یه چیز تو فارسی هم هست که میگیم پول بو نمیده یه همچین مفهومی توی آلمانی هم هست که میگه دست گلد شتینگ پول که بو نمیده منم بدم نمیاد داشته باشم دو شتینگست نخ سیگارتن تو بوی سیگار میدی دو شتینگست نخ سیگارتن تو بوی سیگار میدی پس گفتیم برای سیگار معمولا از شتینگ استفاده نمی کس کسی نمیگه دو غیشت نخ سیگارتن شاید پدر اگر بخواد به بچهش معدبان حرف بزنه و مهربون بگه ولی غالبا میگن شتینگن حالا کس دوست داشت بگه غیشین چون خوری سیگاری هست نمیخواد بی احترامی کنه توی یک جوی هست توی جمعی هست مثلا یه نفر بو سیگار میده نمیتونه بشه دو شتینگس نخ سیگارتن مهربون معدب میتونه بشه یه شتینگس نخ سیگارتن ولی بابای گیر بخواد به بچهش بگه شتینگست خیلی خوب من دوستان رو خیلی توضیح بدم وقتی رو بگیرم ولی و ویدیوها طولانی میشه. اگر توی کانال عذ نیستین همین الان پایین روی سابسکرایب کلیک کنید و حتما روی زنگوله هم فشار بدید تا توی کانال عضو بشید و ویدیوها رو از دست ندید. صبح خوبی براتون آرزو میکنم باقی روزتون خوش باشه. خداحافظ.